درود، اینترنت فارسی همراه شما هستیم و گفتگوی داریم با جناب آقای روشندل. خیلی خوش آمدید به این گفتگو. درود بر شما و بینندگان عزیز. سپاس از شما. سپاه پاسداران یک روز پس از حمله موشکی به اربیل اقلیم کردستان عراق و ادلب سوریه، شامگاه سه‌شنبه مناطقی را در خاک پاکستان هدف قرار داد. دولت‌های عراق و پاکستان این حملات را مصداق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود و تجاوز توصیف کردند. جناب آقای روشندل، اگر ادعاهای جمهوری اسلامی را صحیح فرض کنیم، آیا حکومت ایران طبق قوانین بین المللی اجازه دارد برای دفع تهدید در خاک کشورهای دیگر عملیات نظامی انجام دهد؟ ببینید، اگر که تهدیدی که از یکی از این کشورها شروع شده جنبه نظامی داشته، یعنی گروهی یا بخشی از حاکمیت با توجه به ابزار جنگی به خاک ایران تجاوز کرده باشند، واکنش ایران به لحاظ حقوق بین الملل کاملا موجه است و میتونه به اصطلاح پاسخ نظامی به یک اقدام نظامی باشه. در حالی که حالت قضیه درست قبل یعنی متناقض هست با اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. یک گروهی در کرمان بمب گذاری کرده، یعنی مبدأ حرکت عمل نظامی در داخل ایران بوده، بمب رو به هر طریقی که مشخص نیست وارد شده یا دستساز بوده در داخل کرمان ساختن گذاشتن اونجا و منفجر شده. افراد مدعیش داعش خراسانه. جمهوری اسلامی میگه از تاجیکستان اومدن. بنابراین هیچ ردپایی از این قضیه ما نداریم که بخوایم یک کشور همسایه رو به طور یقین بدون پیگیری قانونی قضاوت بکنیم متجاوز به تمامیت ارضی ایران بوده. بنابراین این پاسخ اون تجاوز است و به اصطلاح توجیه قانونی بین المللی داره بر طبق قوانین بین المللی. به این دلیل استش که دولت عراق هم معتقد است که این نقض حاکمیت و نقض تمامیت ارضی است، به خصوص که تا به لحظه که ما صحبت میکنیم در عراق هیچ فرد یا گروه نظامی هدف قرار نگرفته و اون کسایی که کشته شدن هیچ ربطی با به اصطلاح بمبگذاری در کرمان یا هیچ اقدام نظامی دیگری در داخل خاک ایران نداشتند. حتی اگر فردی که کشته شده که متهم است به اینکه با محافلی رابطه داشته که اونها با اسرائیل ارتباط داشتن، خب این رو تمام سفارتخونه های موجود در تهران هم ممکنه یک روابطی داشته باشن، این موجه نیست و به اصطلاح قانع کننده نیستش. در مورد پاکستان از این هم بدتره، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در برابر جیش العد مواضع مشترکی هم دارن، یعنی میتونستن از اقدامات دیگری به لحاظ تامین امنیت مرزی و داخلی با هم دیگه همکاری بکنن و یک اقدامات دیگری رو انجام بدن، نه اینکه مستقیما جمهوری اسلامی حمله بکنه به بخشی از سرزمین پاکستان، اگرچه ممکنه پاسخ پاکستان یک مقداری با پاسخ عراق در این مورد به خصوص تفاوت داشته باشه. اما سوال اینجاست که هدف جمهوری اسلامی از این حملات از نظر شما چیست؟ حکومت ایران آیا میخواهد با همسایگانش وارد جنگ شود یا اینکه آنها را به رعایت وظایف خود مجبور کند؟ هدف ایران رو واقعا نمیشه در یک دایره محدود کرد، برای اینکه یک مقداری فاکتورهای داخلی رو در درجه اول در نظر بگیریم، وعده هایی که خود ایران برای انتقام سخت و غیره داد از روز اول و حالا بایستی جناهای تندروتر از حاکمیت رو، حاکمیت فعلی رو قانع بکنه که ببینید ما اون حرفایی رو که زدیم عمل کردیم، ببینید ما موشکهایی رو به کار بردیم که حتی میتونه به اسرائیل برسه. 1200 کیلومتر برد موشکی بود که از جنوب ایران پرتاب شد. اگر اون موشک از
نقاطی در شمال غربی ایران پرتاب میشد حتی میتونست بخشای از اروپای شرقی برسه و این خودش یک تهدید برای کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و یا به طریق اولا برای اسرائیل. ولی هدف اصلی ایران از این قضیه بجز اون تسکین احساسات داخلی این هستش که نشون بده که مثلا توانایی داره از جنبش مثلا محور مقاومت در غزه و در جنگ با اسرائیل حمایت بکنه، ابزارش رو داره و توانایی این چنینی داره، ولی به هیچ وجه این اقداماتی رو که کرده نشانه ای از اینکه ایران تمایل داره وارد یک جنگ منطقه‌ای بشه در خودش نداره. یعنی اقدامات بی نهایت محافظه کارانه است که ضمن اینکه یک هیاهویی رو بر ایجاد میکنه که میتونه در بعضی شرایط حتی واکنش شدید نظامی به دنبال داشته باشه، ولی خودش حاضر نیست که قدم بگذاره در داخل این شرایط بحرانی منطقه و بازیگر نظامی منطقه باشه و وارد جنگ بشه. بنابراین هدف جنبه تبلیغاتی داره، هدف معمولا یک مقداری حرف های بلند زدن و درشت زدن هست بدون اینکه بخواد خودش وارد یک درگیری تمام عیار بشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از توضیحاتتون. خواهش میکنم.